تخصص کم از زیاد نه یک دیمتر واری از ارگوی بدخشان اومده گیست ارگونه چرا نمیخری خوش نداری؟ نه خوش نمی ترشیرم از زیاد نمیتونم بخورم این بشراب آلوچه که میشد برس را دیدی ایشان خون بشنوسین آراستی احمد جان زایری بله بله مشهور به احمد کوچک احمد کوچک هم امروز در برنامه داریم جای خوشبختی هست احمدی که شما انا مردم چهاب و ورسج یک کمی لحجهشون فرق میکنه بیدر شما با بدخشان بسیار چی هستین فکر بکنم فرهنگتان رسم رواجتان مشابه است خب حتی شما شرچای ما را دزی کردین نه من کردین. فکر میکنم شرچای شما دزی کردین همیولی که نان آماده است و منتظر است چه احساس هایی؟ بسیار زورم داده خالد جان یکمی در رابطه به زندگی شخصیت بریم و وطنداری ما معلومات بده که خود تاروسی کردی مجرد هستی مثل مواری چه رقم چند دانه چوچو پوش داری نواس های چقدر است؟ بنام یاد خدا وطنداری عزیزم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین از هر گوشه و کنار دنیا که ما را بیننده هستین همیشه شاد و سلامت بمونید دوست عزیز امروز یک میمون داریم از کابل البته اصلی بدخشی هستن و در کابل زندگی میکنن چشمه یوتیوبی چشمه را حتما دیدین برنامه شدیدین امروز با همکارانش میمونی ما هستن خواستیم که در این طبیعت سبز خواجه بوادین با دوستایمان و با همکارایمان اونا را مهمان بکنیم مهمانی بکنیم ما را همراهی بکنین فعلا آمادگی داریم البته احمد جان هم هست یک سلام علیک سلام علیک دوستا بخیر هستین جانان جور در جا که باشین در گوشه و کنار دنیا که باشین جور و صحتمند باشین ما امروز یک مهمانی خاص داریم که از چقدر خاص هست؟ کم از زیاد نه یک دیمتر واری از ارگوی بدخشان اومده گیست ارگونده است از فیض آباد بدخشان از فیض آباد بدخشان اومده گیست دیگه چینل یوتیوب اینه ای چشمه داره این ویدیو را ببینید قطعی ما دیگه حتما دیدین برنامه زیاد دیدین انشالله بخیر همراهشان معرفی بیشتر میشیم دیگه انجینر صاحب یکی از دوستای بسیار نزدیک من است که همیشه ما را همکاری میکنه و امروز خیلی تلاش داره که خیلی تلاش داره که مهمان نوازی بکنه انجینر صاحب سلام سلام به شما دکتر صاحب بزرگوار سلام. خوب هستین صحت شما خوب است وعلیکم السلام سلام به بیننده های عزیز امید است که جور صحت و سلامت باشن دیگه از قراری که دوستا گفتن امروز بسیار مهمان های ویژه و مهمان های ناب دیگه مهمان ما شدن دیگه ما کوشش میکنیم که زحمات خود در قبال از اینا انجام بدیم. تشکر زیاد. سلامت باشی، بخیر باشی. یک تشکر از خودتان بکنم که تشریف آوردید. ممنونید. و فعلا ای 2400 پس مونده، خلاص هیچ گپی نیست. چی رقم؟ این بین خودمون باشه. خب بر صورتش دگدون چجور کردیم؟ البته ما سری زمین هستیم در منطقه لالکزر. دگدون چه میگی ما؟ بله بله کاملا طبیعی ما میخواستیم که یک چای بجوشانیم فضای طبیعت برابر بکنیم از خود را قسمت زمینه کندن کاری کردیم تا جای همون چای جوش خود آماده بکنیم دیگه متباقی گپا سر گاز صورت میگیره این چایی که با چوب بجوشه دیگه هم از داره کیفیت از او بالاست زغالی باشه بود چکه خود خواهیم هم زغالی است این اول در میدیم با زغالی میکنیم سلامت بخیر باشه دوست عزیز یک چند تصویر آماده کردیم با هم میبینیم پس دوباره برمیگردیم البته از آمادگی
مصطفی جان عزیز. خوب هستین؟ بخیر. شوالات خوب هستین؟ بخیر هستین. خوش اومدین. زنده باشین. خوش و عزت باشین. سلامت باشین. شما خوب هستین ان شاء الله؟ روزا بخیر میگذره؟ بخیر باشین. به به چه خوب آب و هوا دارین. فول اچ دی است. فول اچ دی امروز کمی هوا ابری شده. ابری شده. هوا باران هم است و اگر نه این منطقه گفتم میشه خیلی زیباتر بود. روزا کامرا خوبتر معلوم میشه. بسیار خوب. معرفی میکنم براتون. خالق خالدی وادی زاده فکر بکنم خالق نزدیک بود ببخشید خالد جان عزیز از جمله همکارای رسانه ای ما هستن یوتیوب چینل دارن به نام دهکده ما با ولسوالی تخاری زیبا فکر بکنم بله. فعالیت میکنیم بله. و از ولسوالی خواجه بهاءالدین هستیم بله. فکر بکنم کلان هم در خواجه بهاءالدین هستیم درست است معلومات بیشتر در مورد خودت خودت برای بیننده های عزیز ما بده یک معرفی کوتاه در آغاز شما می داشته باشم ما اول خودتون رو معرفی کنیم به دوستایمون بفرمایید ما خود بیشتر معرفی کردم مصطفی جان مهدی یکی از یوتیوبرای بدخشان بگم یا کابل از ما سمتی نیست دیگه افغانستان شمول است افغانستان شمول است بله بخاطر که ولایت های زیادتر میگردین اصلا خوب بدخشی هستن با خودم پرسان کردم یوتیوب چینل داره به نام چشمه امروز این افتخار بخشید برای ما آمدن قربان شما مهمان ما شدن ما هم دیگه کوشش میکنیم که جای خوب برای مهدی جان نشان بدیم مهدی سیم نشان بدیم که به بینندهاش به تصویر بکشم خالد جان چی پخته کردی زیاد گوش نشدیم انشالله آمده گرفته ایسان دوستا خب انقریب پخته میشه برابر میشه بگر معرفی کنی گوشین خدا؟ بله یا برای بینده های عزیز ما معرفی کردیم خب یک معرفی کوتاه خودت داشته باش خالد ولیزاد هستم بله از تخار و چنل تو بام دارم به نام دهکده ما دیگه برنامه مون شاید دوستا دیده باشن بله کم کم فعالیت میکنیم اجتماعی و فرهنگی اجازه است مومی یک سلام کلام به کمره خودت داشته بله باشم بله. وطندارای عزیزم سلام وقت همه شما بخیر نام من هست مصطفی مهدی و ولید جان هم ولیزاده سیبم برای شما گفت که از بدخشان هستم و یوتیوب چینل چشمه را حتما از این دریچه دنبال بکنین برنامه های مرم بیننده باشین و خوشحال هستم امروز در کنار بچه معدب و با نزاکت و خوشبرخورد و میربان و چی میگن خلاصر توصیفش که کنم کم است در کنار خالد جان قندس قربان و سلامت باشید اولین بار است که ما مهدی صاحب بله. روبرو میشیم با خاطر اینا ولی جان گفت و من مهدی جان گفتم اون تخلصات بله بله انشاءالله دیگه بیشتر آشنا میشیم خب چای داریم برای فعلا چای نوشی جان میکنیم باز انشاءالله نونم آماده میشه و درست است اینجا درخته آلوچه هم دیده میشه فکر بکنم آلوچه این آلوس آلوس؟ آلوس آلوچه نیست ترش مزه است؟ این ترش است این برای فعلا او قدر خورده نمیشه کم شد ترش است ما خود نمیتونم مقصد باران باریده یک کمی پاک هم اصلا میخریم دیگه این همیشه باران میبره چرا نمیخری خوش نداری؟ نه خوش نه همین ترشیر ما زیاد نمیتونم بخورم این بشرا آلوچه که میشد برس را دیدی زیاد ترش از مقصد دورایی میدالتان یک چیز دیگه ما داریم به نام کوک سلطان خب که متاسفانه دهی باغ نیست اگر از اون میشد کمی نمک میداختیم بسیار بامزه میشد اگر زردالو و غوره دوست داریم اونجا هست میخریم میخریم هم میخریم هم ده خلطه یک کمی میگیم با فکر که باغ سلطان است قربانی شما سلام دوستان راستی دوستای عزیز میخوایم براتون ایدوار شما که خالد جان ما را در جای آورده که واقعا درخت های میوه‌داری مختلف دیده میشه اینجا رو شما دیدین که آلو از آلو هم بسیار حاصلاتش خوب است فعلا دیگه فعلا دیگه نه برای فعلا این سال کمی خونکی شد دمی وقتی گذاش دیگه کدام درخت های میوه هست اینجا اینجا دمی باغ دمی باغ دمی باغ زردالو است شفتالو است ناک است دیگه میوه های مزه‌دار خربزه بله کدیم که تونس دیگه فکر میکنم یک 4-5 ماه طول میکشه که پخته شود باز انشالله خبر دادم میکنم دعوت هستیم انشالله قربانت خالد عزیز وطندارای نازنینم هستیم با شما و رقوم شدیم متیم در کدام کامره گفت هر کدامش که راحت هستی گفت بزن خیر دیگر دوش ما را ریکارد میکنه انشالله هستیم با شما و یک برنامه خودمانی داریم با خالد عزیز و ببینین ما را که امروز چی گلارا برتان به آب میدیم وطندارای نازنین امروز مهمان یوتیوب چینل دهکده ما شدیم اومدیم بخیر همینجا چای چاکلیت برای ما راست کردن و یک دم راستی کردیم خالد جان بله چطور هستی دیگه سلامت باشی رفیق بسیار زیاد ببخشی به خاطر اینکه ما
سر زمین اومدیم برای میله دیگه. بله. باشه صوت کم کم بود است. نه همه چیز صحیح است دیگه. بعد در میله که بریم یکم وقت چیزی مهم یاد آدم میره. مثلا نمک چاقو ما چخورا یرا گفتم داری گفتم ما مرا در جیون بونم موتر انداختم یاد قاشق یا یگان چیز دیگه قاشق کنه آوردیم ان شاء الله دیگه چیزی که یادمون رفت قاب بده که میوادونی میگیم خیر دیگه برنامه خدمتمانی است ان شاء الله تشریفاتی نباشه خوب است به نظر من خب دوستا را معرفی بکنم برات بفرمایید اینا انجینر فیاض الدین پوینده یکی از دوستای چون نزدیکمون و همکارم از بنده خوش اومدید فیاض جان خوب هستین ان شاء الله تشکر ایشون خوب بشناسین آراستی احمد جان زایری بله بله مشهور به احمد کوچک هم امروز در برنامه داریم جای خوشبختی است احمدی که شما دوستش دارین طرفدارش هستین احمد شوخک داریم بیاین امروز احمد یک احوالپرسی بکنیم خوب است احمد جان بخیر هستین جان جان که جور است بخیر باشی چی کفا است آرام آرامی امروز دیت خودم معصوم گرفتی که ایج از هم بچگک های خوب شدی آره؟ نه معصوم نست مالم شوخ است خب چی کفاست دیگر بخیر هستی روزا بخیر میگذره نام خدا احمد جان کوچکی ما احمد جان بزرگ شده ای ماشاءالله آ کلان شده نه خود دیگه آدم به اون سن خود خوام نه میشه نمی باشه بله احمد جان وطندار عزیز شما میشناسین خیلی یک بچه شوخ است و در این حال استعدادش قابل ستایش است و استعداد خوبی داره کسی است که توانایی را داره که بیننده های عزیز بخندانه بله نمیگه پس نه احمد جان بگو یکم فکایی که بخنده فکای برفیان حال در ذهن نمیاد چی میخوانی بر ما خیم امروز؟ حال ما میمان هستیم به میمان ها چی توفه داری؟ فارا بود پسانتر براتون نشان میدم چی توفه است چی نیست چی فکایی است براتون باز میدم خب ما را ترسانده سایم یا بیم خسته شدن و دوم کسایی که میمان می برای دفتن خدا افشا نمیکنن یعنی راحت در جریان برنامه بخی این چند باز هم فکایی داره و باز اگر کام آهنگ داشت ولی زمزمه شعر داشت انشالله بخیر بخیر پسون نه تشکر خالدی عزیز از خودت خب فیاض جان خودت چوب هستی ما دیگه چی بگویم برای شما خاص نیست خوش آمدین بازم تشکر دیگه آمدن شما باعث افتخار است برای ما قربانتان دیگه بازم خوش آمدید میگم به کل به ویرانی ما باز امروز ما شما هستین دیگه نه آشپز خوب ان شاء الله همکاری شما را هم خواهان هستم ما شاید 50% کارم رو پیش ببرم بخاطر آش باز گفتم که دستای تایی تو بر زدی که نه من قبلا که بود دیگ و کاسه و بعضی که گپو را برابر کردم از او خاطر نمیشد نه که باید دست باشه باید بر زدگی باشه دیگه خیر جان عزیز خودت از خواجه غار هستی خواجه بهاءالدین خواجه بهاءالدین بله بسیار خوب همینجا زندگی میکنین مکان زندگی همینجا است بسیار خوب است تشکر بخیر باشید زنده باشید هستم با شما و خالد جان چی کنین فعلا الان دیگه شروع میکنیم آشپزی را چای میخوریم اول؟ اینا چای آخو چای خو 100% چای هم میخورین شما چای خوردن بگیرید ما آشپزی را شروع میکنیم بس اگر سر آشپزی بودیم دیگه او بخیر نبگیم شما را بیوین نه کمک میکنیم یکی خودتان آمده دیگه نه ما برم گفتن نمیتونیم درست هست نه همکاری میکنیم احمد جان پرسان بیان بکنیم که آشپزی یاد داره کدام غذا خوبش پخته میکنه آشپزی را یاد ندارم مقصد کمک میکنم قیاش کرد برینج شوله میکنی شوله را برینج میکنی ها؟ نه پلو و شوله میکنی شوله را برینج میکنی بیشک خواه دوست عزیز شما بینید ما باشین در این برنامه که بریم میره کمی جور میکنیم به شکت واقع اگر خشک باشه باید بسیار منظم میامد بس خشکی نباشه از جور میکنیم به شک یا بی چای هست ماندی آه چای هست گاز هم بود امروز کرایی گک حالتا من پخته نمیکنم اینجا نیست پخته نمیکنم من گفتم چای بوشون اگر این در بالای گاز هم میموندیم خوب میشد بله اما گفتیم چوب باشه دیگه گاز صبر است باز با مزه تر هم میکنه شیرین میره به نظر بله بله امی مزه و لذتی که دیگی دیگران چه داره و چای چی داره از گاز نداره باز. گاز نداره واقعا واقعا حالا خود محیط منطقه ما زیادتر از چوب استفاده میکنم چون چوب زیاد است در محیط خب نبینیم دیگه درخ شو خبری میکنم شما در ولسوالی خواجه بهاءالدین گفتین زندگی میکنیم خواجه بهاءالدین کمی در رابطه با مردم این منطقه تان برای بینده های عزیز ما معلومات بتین خب درباره مردمش
تو هم مردم میمون نواز، مردم شاد. بله. دیگه میمون بیا. دیگه اجازه ندارن پارک پروان تا وقتی یک هفته اینجا نباشن و میمونی نخرن. واقعا. دیگه مردم دیقانکار هستن زیادتر. دیقانی میکنن. زمین های حاصلخیز داره. زمین های حاصلخیز زیاد داره. للمی زیادتر داره و آبی کمتر. فعلا ما در منطقه آبیش هستیم البته. بسیار خوب. خالی جان، نصفت میخواییم پرسان بکنم که چی باعث شد که خودت یک یوتیوب چینل ساختی و وارد دنیای رسانه شده؟ ساحه برق، اینترنت، دیگه پا محدودیت هست فکر کنم. محدود است و ضعیف است خیلی. ضعیف است و اینترنت هم نیست و خدا نام خدا خیلی برنامه‌ایت هم رشد کرده. بینده های خدا داری، طرفدارای خدا داری. چطور با امکانات خیلی کم و در یک جایی که اصلا برق نیست، اینترنت نیست، خودت برنامه میسازی و پشت کار داری و زحمت میکشی و دیگه کار میکنی؟ تلاش یکی شوق است. ما شوق زیاد داشتیم در رسانه و فیلم برداری و بعد از حکومت آمدن امارات اسلامی شروع کردیم به یوتیوب. من ماشاءالله تقریبا دو سال بیشتر میشه در یوتیوب فعالیت میکنیم. یکی شوق زیاد داشتیم و یکی هم آدم که بیکار بونه و هر چیزی که دستش بیاد باید خودش تلاش بکنه. بیشتر خودتون یادآور کردیم که اینترنت خیلی ضعیف است، البته اینجا خودتون اینترنت روشن کردیم. همین کمبودی و همین مشکلات مبارزه کردیم. بله، یعنی در اوایل علاقمندی برای کارهای رسانه‌ای داشتیم. لکه تشویق دوستا بود. بله. وطندار عزیزم، بازم در برنامه یادآور برتان میشم که چینل خالی جان عزیز ما به نام دهکده ما هست. پروگرامای خیلی نابدیدنی داره. با لهجه سیچه خواجه بهاءالدینی پیش میروه. تخاری البته. باز بدقیقش با لهجه خاص از خود نداره. نه، تخار تنها مردم چهاب و ورسج یک کمی لهجهشون فرق میکنه. بیدار شما با بدخشان بسیار چی هستین فکر بکنم؟ فرهنگتان، رسم رواجتان مشابه است. خب حتی شما شرچای ما را دزی کردین بنام نه من فکر میکنم شرچای شما دزی کردین. شرچای میخرین فکر بکنم؟ شرچای میخرین ما. شرچای یکی از غذا بگم غذای بسیار مشهور مردم تخار است. در اون عمر هم سبانه سبانه کسی که شرچای نخورن اینا طرف استوشیم که کمی چی هم بده سبانه اگر اینا شرچای نخورن سردرد هستن. یکیش خودم هر صبح که با شرچای نخورن دیگه سردرد میشم. دلیل لاغری بود میگه اینجوری تو دلیل لاغری شموس. نه دلیل لاغری مون نیست. خالی جان یک کمی در رابطه با زندگی شخصیت برای وطنداری ما معلومات بده که خود تاروسی کردی، مجرد هستی مثل این مواری، چه رقم ها، چند دانه چوچو پوش داری، نواس های چقدر هست؟ مجرد هستیم. مجرد؟ بله. یک کمی بیشمر گفتیش چرا؟ بخو شاید کل دوستا بود میفهم. نه متعلی نیست. مجرد هستم. بسیار. چرا پت کنم متعلی باشم با افتخار میگم متعلی هستم. وقتی که مجرد باشه دیگه چرا بگویم متعلی هستم؟ متعلی؟ نه دیگه وقت کسی بعضی اگم نفرها پت میکنن واقعا. باز دیگه آخر پت کنم نمیشه. باز اگر پت هم بکنی خانه باید میبینه. میبینه میگه تو چرا گفتی مجرد؟ مجبور دیگه زندگی تلخ میشه دوالا. صد درصد. تشکر خالدی عزیز. دوست عزیز هستیم با شما، بیننده ما باشین. در این لحظات برین تصاویر قشنگ از خواجه بهاءالدین ببینین که نام خدا به و چه زیبایی داره. این سرزمینی ناب و این سرزمینی چی میگن دیدنی. خالد جان اینجینر صاحب یکی از آشپزهای موفق است. تکلاس. ما هر جا که برای سفر بریم یا میله بریم یک دوست دیگه داریم برای دکتر سبکشو که امروز کمی کار داشت آمده نتونست. اصلا آشپز او است. باز اینام همراه از او دستی را شاگردی کرده یاد گرفته گیست. فیاض جان دیگه پخته. پخته است مقصد. خوب آشپزی تکلاس. این بویت منطقه کسایی که اصلا جوان همه ایشون آشپز هستن. یاد دارن دیگه. میره باز دستپخت شما میفهمید. اول خصوص اگر مسافرت کرده باشی باز بیخی آشپز میشی. مسافرت حتما کردین دیگه. بله. چهار سال محصل بودم. دو سالی از متعلم ولایت تخار. از این خانه که فاصله گرفتی به عنوان مسافر یاد میشی. چهار سال سمنگان بودم. خب در این مسافرت دیگه آشپزی کردی یاد گرفتی. خالد تو چطور یاد داری؟
ما چپس یاد دارم. چپس. آه. چپس. اونا شور کردن و شیجان میکنی. ها ها ها. یعنی تجارت برنج اینا این مردم میکنن. این مردم میکنن. مردمی در قدس، یانگی قلاس و خوجه بوادی. دشت قلم خیلی کم البته جواب. بسیار خوب. خالی جان عزیز در مورد پروگرام ها و برنامه هایی که یک کمی برای ما بگو. پروگرام هایی که به یوتیوب ثبت میکنی برای وطندارای عزیز ما و برای مخاطبای خود. چه رقم پروگرام ها هست؟ در کدام بخش ها کار میکنی؟ بخش هایی که زیادتر فعالیت میکنی کدام بخش هست؟ از ما فرهنگی است، اجتماعی است، زیادتر و طنز هم داریم در فعالیت ازو که احمد جان و مراد سیب بودن دیگه شیر جان دانشجو یکی از همکارای دیگه من است که اونا فکر میکنم نیستن که جایی رفته بودن اگر اونا رو می آوردم طنز کار میکنیم. خوب است. در کار و بار شما خیر و برکت، آرزوی موفقیت بیشتر برای شما داریم. همچنان افغانستان در عموم زیباست، وطن ما زیبایی های خاص خود داره، نمیشه که به دو ولایت خلاصه شوه. هر سمتی میهن زیبا زیبایی های چی میگن منحصر به فرد خود داره. ما نمیتونیم بگیم که تخار و بدخشان زیباست، اما باز زیباترین و زیباترینش ممکن بدخشان باشن. باز ما میگم زیباترینش شاید تخار باشه. نه دیگه، زیباترینش شورچای ما هست، همین غذایش البته. خب شورچای مشترک هست دیگه. حالی ما آیا غذا؟ نه اینا میگن که فیوزان شورچای غذا نیست؟ هست که بعد اینکه نوشابه هست چی هست؟ میگن آلی ما اونستو بخاطر شورچای جنجال بکنیم خوب نیست، استدلال نمیکنیم. آه باز تخاری ها میگن که تخاری هست، باز بدخشی ها میگن بدخشی هست. من فکر رو میکنم مشترک است. فیضان در آغاز چی کار میکنی خودت؟ در آشپزی چی میندازی؟ اول گفتی که کباب میکنی؟ اول گوشت سرخ میکنی؟ خب بعد از بخیر باز اونو پیاز و مسئله و لعابش رو جور میکنی؟ گرد ورد دیگه همه چه؟ بعد از اینکه گوشت از داخل دکشده روغنش حوز می روغن ما خیلی اگر زیادتر از اونش ما ببینیم؟ برفتر باز بعد از اینکه گوشت سرخ خیلی کردیم روغنش اگر کمتر میکنیم باز اون پیاز و دیگه چیز دارم داشت میکنیم باز میکشیم دیگه نوش جان میکنیم باز بخیر دیگه ها دیگه از دیگ نصیب بگوین نصیب نصیب بگوین که چپه نشد. همین پختنش مشکل است، نوش جان کردنش خیلی ساده است. هیچ رقم یک گپ است. اگر خدا نخواسته باشه نوش جان کردنش هم مشکل است. مشکل است؟ آه یک هم نفر هست نمیتونه خرده نمیتونه ولی که بودیم و فرض خدا تن صحت داریم الحمدلله نوش جان میکنیم. اما نفری که نداره نمیتونه خرده. بله بازم شکر خدا. بله شکر خدا. بخیر باشین، تشکر از شما، ادامه بتین به کارتان، مزایم تان نمیشیم کار شروع بکنیم. خالد جان شما رو کمک بکنیم، فکر بکنم همه چیز ریزه کردن تمام کردن، یک سالاد با آمده کردن است که ما خودت آمده شمیم. دوست عزیز به ادامه برنامه ما خوش آمدین. اینه بخیر دوست پخت انجینر سیوم آماده شد، میخواییم که نظر مهدی سیوم بشنویم. بسیار زیاد تشکری میکنم خالد قند، از فیاض جان هم تشکری میکنم بابت از اینکه زحمت کشیدن دوستایشان درد نکنه برای ما یک غذای خیلی خوشمزه آماده کردن. ببین از فیاض یک کمی بشنویم، خیلی چوب است در خانه هم همه قسم است یا اینکه ما را دیدیم همه قسم خود چی میگن دیگه؟ آرامو کاجی زد گرفتی. حالا مهدی صاحب گرامی فضا قسمی است که اگر شما گپ بزنید باز ما گپ بزنم شاید یک ذره اختلال وارد شوه. نه 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 خواهش میکنم. از او خاطر ما شما که صحبت کردین ما چوبی خود اختیار کردم. دیگه دوستا عزیزا فعلا غذای ما آماده است. البته زحمت شما کشیدیم آماده کردیم ببینیم نظر دوستا را چی رقم آمده تا به هنوز خودیم هم نچشیدیم واقعا دیگه.
دیگه شما زنده باشین، سلامت باشین. میتونین از هم اول میچشنید که چی رقم است؟ مقصد ما مزه شدیده میتو چیز نکردیم که چی رقم است؟ نظر دادن نمیتونید. آقا ما مردم که هستیم شکم سیر نخوریم، باز مزه شده میتونیم. خودت از جریان یزی که آشپزی کرده باشی گاهی اوقات اتفاق برات افتاده که دیگه مکمل سوزانده باشی و از پیشت تلخ شده باشه؟ 100% 100%. اما روز هم گشته مانده باشی؟ بله بله حتما. یک روز از جریان محصلی تحصیل برات قصه بکنم. مهدی صاحب در فضای اتاق که هست پنجتا ششتا محصل که یک جای باشه، باز بین از اینا یک نوکریوالی ایجاد میشه. حتما حتما. که یک روز ما، یک روز خودت، یک روز فرض مثال دکتر صاحب 13 نفر در یک اولی سیم، یک روز نوبت ما شد. چی پخته کنم؟ باید خیلی بر بچه ها لوبیا پخته میکنم. لوبیا رو در دیگ ماندم، دیگ بخار، نزدیک شام است. باز رفتم، باید خیلی تویی که بخار میگیره یک نماز ما میخوانم. والا والم فرض خوانده بودم، در رکعت دومی سنت بود که یک گرم بس شد. رفتم که دیگه اثری از لوبیا نمونده، همیشه بچه ها گشنه خواهش، فقط نان خوش انفجار کرده. خوب از کنه سخته. در جریان هر کاری که انسان میکنه، قسمی که شما رو بر رسانه آوردین، در اوائل همه اشتباهات خود داره توی که در زمانی برداشت میرسه. هر چیز از خود، مثلا میوه زمانی که خام است کس نمیخوره، پخته میشه، در حد پختگی میرسه، برای کلگی لذیذ واقع میشه. 100%. آشپزی تمام کار دنیا به همین منوال پیش میره. جناب مهدی صاحب بسیار تشکر. زنده باشین شما، سلامت تان. خب بیاین خالی جان، از احمد جان پرسون بکنیم گشنه شده نشده. گشنه خوب بسیار زیاد شده، من گفتم تاله که پخته میشه مجبور است گشنه بسی دیگه. خب همی حالی که نان آماده است و منتظر است چه احساس هایی؟ بسیار زورم داده اینا چرا قلچری میکنن ها؟ نه او گپای خو نه است چه؟ باید کنم دل کش میکنم حالی اینا سر میشه، گپای ما دراز است دیگه. چی میکنن؟ مجبور است که طرف یمو چی چشمک زده بشینه. نه طرف از چشمک نمیکنم. مثلا زیر چشم کدامو در کدام طرف شما چیزی برای ما امروز تقدیم نکرد، یگان شیر، یگان فکایی، یگان طنز باید ای باید برای ما چی میکرد آمدگی میگرفت. والا یک طنز هر تو بازی کنیم. آن سر نان هستیم، طنز بازی کنیم؟ نه بعد از نان. بعد از نان. همینجا بازی کنیم چی رفت؟ شما این سال کیسه شو تو شروع بکنی ها؟ آره تو پدر بوشی بچه. خب به هر صورت تشکر از همراهی هموطنهای عزیز، ایشالا یکان پروگرام میگیریم به تنز و نان آماده هست، بیان که نوشی جان بکنیم و مزه شو یک جایی. اینه نانای وطنی است. بله نانای منطقه خودمان، نانای است که واقعا که مزه و لذت خاص داره. من بگم بسیار 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 بدمزه. نه شوخی کردم، قابل تانو نداره. فیاض جان خیلی مزه دار پخته کردی دیگه، چیزی که ایانت چی آجان به بیان از خود داشپزی کردی دیگه، تکله هستی داشپزی دیگه، بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر میکنم از مهمان نوازی خالی جان عزیز. خالی جان سلامت باشتانو دار، قربانت، خوشحال شدیم از اینکه داری سفر با خودت معرفی شدیم و خاطرات خیلی خوب همراه ما جاویدان ساختی و از اینجا که میریم سفر میکنیم بخیر، یک عالم خاطرات از خالی جان با خود داریم و برنامه را در همین جا چه خوب است که ختم بسازیم و نان هم آماده است که نان هم نوشیدن بکنیم. بله جانم بسیار زود ببخشید، لغمه تا کتا گرفته. نه کتا نگرفت اولو. خدا کنه که خوشایند باید تمام شده باشه وطن ما، لذت بوده باشه سفر، راحت نشده باشه. بخیر. و گرچه هم سرکو خراب بوده کم یادم خسته می سازه، با دهی طبیعت که بوده خسته که رفت می شه. صد در صد. و خاطره خوب از وطن می بوده. و هم وجو بشینی و تعریف بکنی که مردم این منطقه چگونه بود. میمان نواز بودن ها؟ خب را باز خودت دلت که تعریف می کنی هر رقم که دیدن اما را تعریف بود. واقعا که در میمان نوازی این مردم بخصوص خالی جانی عزیز هیچ شک تردید نیست و واقعا که میمان نوازی کردیم. خب همه ایشان میمان نواز هستن
دیگه مجبور هستن که مهمان نوازی بکنم چون از سابق برشان مانده است میراث پدریه و بابایی اجدادی به مورا روان است. بله خب تشکر، سلامت بخیر باشین وطندار عزیز. تشکر از اینکه ما را بیننده بودین. این هم بود برنامه که خدمت شما تقدیم کردیم. برنامه خودمانی داشتیم، میمونی یوتیوب چینل یکده ما شدیم امروز و واقعا که میمون آوازه خوبی کردن. از ما چینل را سابسکرایب بکنین تا برنامه های آینده که برمیگردیم و هر دو کامره خدافیزی میکنم. خدا نگهدار.